خب دوباره سری میزنیم به سایت انجمن فرویدی و تیتری که امروز بهش میپردازیم این تیتر هستش که در پارلمان بلژیک روانکاوی به عنوان دیسیپلینی مجزا از روان درمانی ها به رسمیت شناخته شده است. این مطلب در سایت انجمن فرویدی به ریاست سرکار خانم دکتر میترا کدیور. همونطور که میدونید انجمن فرویدی تنها نهاد رسمی روانکاوی در ایران هستش تا این لحظه، یعنی 18 مرداد 1400، و ما هیچ گونه روانکاو دیگری به جز سرکار خانم دکتر میترا کدیور در ایران نداریم و اینو احتمالا کسانی که دنبال کردن موضوع روانکاوی رو در ایران در جریانش هستن. اینکه سرکار خانم دکتر میترا کدیور تاکید دارن به عنوان شخصی که یک روانکاو رسمی هستن و تاکیدشون بر این موضوع هستش که ناخودآگاه رو درمان نمی کنن، برای کسایی که تازه آشنا میشن با علم روانکاوی یه ذره گیج کننده هستش، به خاطر اینکه در ایران مافیای روان این موضوع رو جای طور دیگه جا انداختن در ایران. حالا فقط به همین موضوع همین تیتر میپردازیم و کسایی که علاقه من هستن خوش میکنن به سایت انجمن فرویدی مراجعه کنن و این موضوع رو بیشتر پیگیری کنن و به نتایجی که باعث بشه که علم روانکاوی رو دقیق بشناسن و به چنگال روانکاوان وحشی نیفتن میتونن خودشون سرچ کنن و وارد سایت بشن، به با حوصله و به مرور به این اصل به اصل علم روانکاوی دست پیدا کنن. در پارلمان بلژیک اومدن روانکاوی رو به عنوان یک دیسیپلین مجزا از روان درمانی ها به رسمیت شناختن. این تیتری بود که واسهتون خوندم. این تیتر توسط سرکار خانم دکتر مرجان پشمشدی ترجمه شده به تاریخ 13 شهریور 1393 و من فقط متنش رو اینجا میخونم. ماده قانونی پیشنهادی برای قانونمند کردن حرفه‌های مربوط به بهداشت روان در کنار سایر قوانین مربوط به حوزه روان درمانی در تاریخ 30 ژانویه، حالا اینجا میلادیشو نزدن، فقط 30 ژانویه، حالا حدود تاریخ میلادیشو نمیبینم من اینجا، 30 ژانویه قبل از 2020 از سوی مجلس بلژیک به تصویب رسید. نقطه هنگام کار پرانتز باز بر روی این قانون پرانتز بسته و زمانی که مجلس چشم انداز قانونی آن را مورد بحث قرار میداد، خانم اونگ لینکس معاون نخست وزیر و وزیر سلامت عمومی اثبات کرد که جایگاه و پراتیک روانکاوی تحت پوشش قانون روان درمانی قرار نمی گیرد. داخل گیومه هستش این. از جایگاه پراتیک روانکاوی تحت پوشش قانون روان درمانی قرار نمی گیرد، این قسمت تحت توی گیومه هستش. نقطه تمام تغییرات برای گنجاندن روانکاوی در قانون مربوط به روان درمانی نیز رد شد. نقطه وزیر بهداشت و نمایندگان مجلس بلژیک به این ترتیب ویژه بودن دیسیپلین روانکاوی را به رسمیت شناختند. نقطه تایید این لایحه به این شکل برای روانکاوی گامی به جلو است، ثمره جنگی که 5 ماه به طول انجامید و از 1 دهه پیش آغاز شده بود و در نهایت هم
پایان این ترجمه نوشته شده که از تمام کسانی که مستقیم و غیر مستقیم در این پیروزی سهم داشتن سپاسگزاریم. که حالا اسم کسایی که توی این قضیه نقش داشتن و اینجا توی سایت انجمن فرویدی آوردن. برای خوندن مطالب مرتبط به روانکاوی اصیل شما میتونید به سایت انجمن فرویدی مراجعه کنید که با سرچ تو گوگل به راحتی در دسترس شما هستش. با سپاس و خدا نگهدار.